بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم به نام خداوند رحمتگر مهربان ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين این است کتابی که در حقانیت آن هیچ تردیدی نیست و مایه هدایت تقوا پیشگان است. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آنان که به غیب ایمان می آورند و نماز را برپا می دارند و از آن چه به ایشان روزی داده ایم انفاق می کنند. والذین یؤمنون بما انزل الیک و ما انزل من قبلک و بالآخرة هم یوقنون و آنان که بدان چه به سوی تو فرود آمده و به آن چه پیش از تو نازل شده است ایمان می آورند و به آخرت یقین دارند. اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون آنهایند که از هدایتی از جانب پروردگارشان برخوردارند و آنها همان رستگارانند. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون در حقیقت کسانی که کفر ورزیدند چه بیمشان دهی چه بیمشان ندهی برایشان یکسان است، آنها نخواهند گروید. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم خداوند بر دلهای آنان و بر شنوایی ایشان مهر نهاده و بر دیدگانشان پرده ایست و آنان را عذابی بزرگ است. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين و برخی از مردم میگویند ما به خدا و روز بازپسین ایمان آورده ایم ولی گروندگان راستین نیستند. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون با خدا و مؤمنان نیرنگ می بازند ولی جز بر خیشتن نیرنگ نمی زنند و نمی فهمند. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون در دلهایشان مرضی است و خدا بر مرضشان افزود و به سزای آنچه به دروغ میگفتند عذابی دردناک در پیش خواهند داشت. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ و چون به آنان گفته شود در زمین فساد مکنید میگویند ما خود اصلاحگریم. أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ به هوش باشید که آنان فسادگرانند لیکن نمی فهمند. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ
السفهاء ولكن لا يعلمون. و چون به آنان گفته شود همان گونه که مردم ایمان آوردند شما هم ایمان بیاورید، میگویند آیا همان گونه که کم خردان ایمان آورده اند ایمان بیاوریم؟ هشدار که آنان همان کم خردانند ولی نمی دانند. و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلوا الى شیاطینهم قالوا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. و چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند می گویند ایمان آوردیم، و چون با شیطانهای خود خلوت کنند می گویند در حقیقت ما با شماییم، ما فقط آنان را ریشخند می کنیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. خداست که ریشخندشان می کند و آنان را در طغیانشان فرو می گذارد تا سرگردان شوند. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. همین کسانند که گمراهی را به بهای هدایت خریدند، در نتیجه داد و ستدشان سودی به بار نیاورد و هدایت یافته نبودند. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون. مثل آنان همچون مثل کسانی است که آتشی افروختند و چون پیرامون آنان را روشنایی داد خدا نورشان را برد و در میان تاریکی هایی که نمی بینند رهایشان کرد. صم بکم عمی فهم لا یرجعون. کرند، لالند، کورند، بنابراین به راه نمی آیند. او كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. یا چون کسانی که در معرض رگباری از آسمان که در آن تاریکی ها و رعد و برقی است قرار گرفتند، از نهیب آذرخش و بیم مرگ سرانگشتان خود را در گوش هایشان نهند، ولی خدا بر کافران احاطه دارد. یکاد البرق یخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. نزدیک است که برق چشمانشان را برو باید، هرگاه که بر آنان روشنی بخشد در آن گام زنند، و چون راهشان را تاریک کند بر جای خود بایستند، و اگر خدا می خواست شنوایی و بیناییشان را بر می گرفت، که خدا بر همه چیز تواناست. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای مردم،
پروردگارتان را که شما و کسانی را که پیش از شما بوده اند آفریده است پرستش کنید، باشد که به تقوا گرایید. الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. همان خدایی که زمین را برای شما فرشی گسترده و آسمان را بنایی افراشته قرار داد و از آسمان آبی فرود آورد و بدان از میوه ها رزقی برای شما بیرون آورد، پس برای خدا همتایانی قرار ندهید در حالی که خود می دانید. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسورت من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. و اگر در آن چه بر بنده خود نازل کرده ایم شک دارید، پس اگر راست میگویید سوره ای مانند آن بیاورید و گواهان خود را غیر خدا فراخوانید. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پس اگر نکردید و هرگز نمی توانید کرد، از آن آتشی که سوختش مردمان و سنگ ها هستند و برای کافران آماده شده بپرهیزید. و بشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. و کسانی را که ایمان آورده اند و کارهای شایسته انجام داده اند مژده ده که ایشان را باغهایی خواهد بود که از زیر درختان آنها جویها روان است، هرگاه میوه‌ای از آن روزی ایشان شود میگویند این همان است که پیش از این نیز روزی ما بوده و مانند آن نعمتها برای آنها آورده شود و در آنجا همسرانی پاکیزه خواهند داشت و در آنجا جاودانه بمانند. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. خدایا از این که به پشه‌ای یا فروتر یا فراتر از آن مثل زند شرم نیاید، پس کسانی که ایمان آورده اند می دانند که آن مثل از جانب پروردگارشان بجاست، ولی کسانی که به کفر گراییده اند می گویند خدا از این مثل چه قصد داشته است، خدا بسیاری را با آن گمراه
و بسیاری را با آن راهنمایی می کند، ولی جز نافرمانان را با آن گمراه نمی کند. الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله به ان يوصل ويفسدون في الارض اولئك هم الخاسرون. همانانی که پیمان خدا را پس از بستن آن می شکنند و آن چرا خداوند به پیوستنش امر فرموده می گسلند و در زمین به فساد می پردازند، آنانند که زیانکارانند. کیف تکفرون بالله و کنتم امواتا فأحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیه ترجعون. چگونه خدا را منکرید با آنکه مردگانی بودید و شما را زنده کرد، باز شما را می میراند و باز زنده می کند و آنگاه به سوی او بازگردانده می شوید. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. اوست آن کسی که آن چه در زمین است همه را برای شما آفرید، سپس به آفرینش آسمان پرداخت و هفت آسمان را استوار کرد و او به هر چیزی داناست. و اذ قال ربك للملائكة اني جاعل في الارض خليفة قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال اني اعلم ما لا تعلمون. و چون پروردگار تو به فرشتگان گفت من در زمین جانشینی خواهم گماشت، فرشتگان گفتند آیا در آن کسی را می‌گماری که در آن فساد انگیزد و خونها بریزد؟ حالان که ما با ستایش تو را تنزیه می‌کنیم و به تقدیست می‌پردازیم. فرمود من چیزی می‌دانم که شما نمی‌دانید. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. و خدا همه معانی نامها را به آدم آموخت، سپس آنها را بر فرشتگان عرضه نمود و فرمود اگر راست میگویید از اسامی اینها به من خبر دهید. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. گفتند منزهی تو، ما را جز آنچه خود به ما آموخته ای هیچ دانشی نیست، تویی دانای حکیم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. فرمود ای آدم،
ایشان را از اسامی آنان خبر ده، و چون آدم ایشان را از اسماءشان خبر داد فرمود آیا به شما نگفتم که من نهفته آسمان ها و زمین را می دانم و آنچرا آشکار می کنید و آنچرا پنهان می داشتید می دانم؟ و اذ قلنا للملائکت اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا و استکبر و کان من الکافرین. و چون فرشتگان را فرمودیم برای آدم سجده کنید، پس بجز ابلیس که سر باز زد و کبر ورزید و از کافران شد، همه به سجده در افتادند. و قلنا یا آدم اسکن انت و زوجک الجنت و کلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. و گفتیم ای آدم، خود و همسرت در این باغ سکونت گیرید و از هر کجای آن خواهید فراوان بخورید، ولی به این درخت نزدیک نشوید که از ستمکاران خواهید بود. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. پس شیطان هر دو را از آن بلغزانید و از آن چه در آن بودند ایشان را به در آورد و فرمودیم فرود آیید، شما دشمن همدیگرید و برای شما در زمین قرارگاه و تا چندی برخورداری خواهد بود. فتلقا آدم من ربه کلمات فتاب علیه انه هو التواب الرحیم. سپس آدم از پروردگارش کلماتی را دریافت نمود و خدا بر او ببخشود، آری اوست که توبه پذیر مهربان است. قل نهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فرمودیم جملگی از آن فرود آیید، پس اگر از جانب من شما را هدایتی رسد، آنان که هدایتم را پیروی کنند برایشان بیمی نیست و غمگین نخواهند شد. والذین كفروا وكذبوا بآياتنا اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. ولی کسانی که کفر ورزیدند و نشانه های ما را دروغ انگاشتند، آنانند که اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت عليكم و اوفو بعهدی اوف بعهدکم و ایای فرهبون. ای فرزندان اسرائیل، نعمتهایم را که بر شما ارزانی داشتم به یاد دارید و به پیمانم وفا کنید تا به پیمانتان وفا کنم، و تنها از من بترسید. و آمنوا بما انزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا اول كافر به
ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. و بدان چه نازل کرده ام که معید همان چیزی است که با شماست ایمان آرید و نخستین منکر آن نباشید و آیات مرا به بهایی ناچیز نفروشید و تنها از من پروا کنید. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وانتم تعلمون. و حق را به باطل در نیامیزید و حقیقت را با آن که خود می‌دانید کتمان نکنید. و اقیموا الصلاة واتوا الزکاة واركعوا مع الراکعین. و نماز را برپا دارید و زکات را بدهید و با رکوع کنندگان رکوع کنید. اتأمرون الناس بالبر و تنسون انفسكم و انتم تتلون الكتاب افلا تعقلون. آیا مردم را به نیکی فرمان می دهید و خود را فراموش می کنید با این که شما کتاب خدا را می‌خوانید؟ آیا هیچ نمی اندیشید؟ واستعینوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. از شکیبایی و نماز یاری جویید و به راستی این کار گران است مگر بر فروتنان. الذين يظنون انهم ملاقو ربهم وانهم اليه راجعون. همان کسانی که می‌دانند با پروردگار خود دیدار خواهند کرد و به سوی او باز خواهند گشت. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای فرزندان اسرائیل، از نعمتهایم که بر شما ارزانی داشتم و از این که من شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید. و اتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعه ولا يقبل منها شفاعه ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند و نه از او شفاعتی پذیرفته و نه به جای وی بدلی گرفته می شود و نه یاری خواهند شد. و اذ نجیناکم من آل فرعون یسومونکم سوء العذاب یذبحون ابناءکم و یستحیون نساءکم و فی ذلکم بلاء من ربکم عظیم. و به یاد آورید آنگاه که شما را از چنگ فرعونیان رهانیدیم، آنان شما را سخت شکنجه می کردند، پسران شما را سر می بریدند و زنهایتان را زنده می گذاشتند و در آن امر بلا و آزمایش بزرگی از جانب پروردگارتان بود. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ. و هنگامی که دریا را برای شما شکافتیم و شما را نجات بخشیدیم و فرعونیان را در حالی که شما نظاره می کردید غرق کردیم.
وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ. و آنگاه که با موسی 40 قرار گذاشتیم، آنگاه در غیاب وی شما گوساله را به پرستش گرفتید در حالی که ستمکار بودید. ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. پس از آن بر شما بخشودیم، باشد که شکر گذاری کنید. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. و آنگاه که موسی را کتاب و فرقان دادیم، شاید هدایت یابید. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ عِندَ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ اِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. و چون موسی به قوم خود گفت ای قوم من، شما با به پرستش گرفتن گوساله بر خود ستم کردید، پس به درگاه آفریننده خود توبه کنید و خطاکاران خودتان را به قتل برسانید که این کار نزد آفریدگارتان برای شما بهتر است، پس خدا توبه شما را پذیرفت که او توبه پذیر مهربان است. و اذ قلتم یا موسی لن نؤمن لک حتی نر الله جهرتا فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. و چون گفتید ای موسی تا خدا را آشکارا نبینیم هرگز به تو ایمان نخواهیم آورد، پس در حالی که می نگریستید صاعقه شما را فرو گرفت. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. سپس شما را پس از مرگتان برانگیختیم، باشد که شکر گذاری کنید. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. و بر شما ابر را سایه گستر کردیم و بر شما گزنگبین و بلدرچین فرو فرستادیم و گفتیم از خوراکی های پاکیزه ای که به شما روزی داده ایم بخورید، ولی آنان بر ما ستم نکردند بلکه بر خیشتن ستم روا می داشتند. و اذ قلنا دخلوا هذه القریه فکلوا منها حیث شئتم رغدا و دخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. و نیز به یاد دارید هنگامی را که گفتیم بدین شهر درآیید و از هر کجای آن خواستید فراوان بخورید و سجده کنان از در بزرگ درآیید و بگویید خداوندا گناهان ما را بریز تا خطاهای شما را ببخشاییم و پاداش نیکوکاران را خواهیم افزود.
فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. اما کسانی که ستم کرده بودند آن سخن را به سخن دیگری غیر از آن چه به ایشان گفته شده بود تبدیل کردند و ما نیز بر آنان که ستم کردند به سزای این که نافرمانی پیشه کرده بودند عذابی از آسمان فرو فرستادیم. و اذ استسقا موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل اناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الارض مفسدين. و هنگامی که موسی برای قوم خود در پی آب برآمد گفتیم با عصایت بر آن تخت سنگ بزن، پس 12 چشمه از آن جوشیدن گرفت به گونه ای که هر قبیله ای آبشخور خود را می دانست و گفتیم از روزی خدا بخورید و بیاشامید ولی در زمین سر به فساد بر مدارید. و اذ قلتم یا موسی لن نصبر علی طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. و چون گفتید ای موسی هرگز بر یک نوع خوراک تاب نیاوریم، از خدای خود برای ما بخواه تا از آن چه زمین می رویاند از قبیل سبزی و خیار و سیر و عدس و پیاز برای ما برویاند. موسی گفت آیا به جای چیز بهتر خواهان چیز پست‌ترید؟ پس به شهر فرود آیید که آنچه را خواسته اید برای شما در آنجا مهیاست و داغ خاری و ناداری بر پیشانی آنان زده شد و به خشم خدا گرفتار آمدند، چرا که آنان به نشانهای خدا کفر ورزیده بودند و پیامبران را بناحق می کشتند. این از آن روی بود که سرکشی نموده و از حد در گذرانیده بودند. إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. در حقیقت کسانی که به اسلام ایمان آورده و کسانی که یهودی شده اند و ترسایان و صابئان، هر کس به خدا و روز بازپسین ایمان داشت و کار شایسته کرد، پس اجرشان را پیش پروردگارشان خواهند داشت و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهناک خواهند شد.
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. و چون از شما پیمان محکم گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما افراشتیم و فرمودیم آنچرا به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و آنچرا در آن است به خاطر داشته باشید، باشد که به تقوا گرایید. ثم تولیتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. سپس شما بعد از آن پیمان رویگردان شدید و اگر فضل خدا و رحمت او بر شما نبود مسلما از زیانکاران بودید. ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. و کسانی از شما را که در روز شنبه از فرمان خدا تجاوز کردند نیک شناختید، پس ایشان را گفتیم بوزینگانی باشید طرد شده. فجعلناها نکالا لما بین یدیها و ما خلفها و موعظة للمتقین. و ما آن عقوبت را برای حاضران و نسلهای پس از آن عبرتی و برای پرهیزگاران پندی قرار دادیم. و اذ قال موسی لقومه ان الله یأمرکم ان تذبحوا بقره قالوا اتتخذنا هزوا قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلین. و هنگامی که موسی به قوم خود گفت خدا به شما فرمان می‌دهد که ماده گاوی را سر ببرید، گفتند آیا ما را به ریش خند می‌گیری؟ گفت پناه می‌برم به خدا که مبادا از جاهلان باشم. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقره لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. گفتند پروردگارت را برای ما بخوان تا بر ما روشن سازد که آن چگونه گاوی است. گفت وی می‌فرماید آن ماده گاوی است نه پیر و نه خردسال، بلکه میان سالی است بین این دو، پس آن چرا بدان مأمورید به جا یارید. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال انه يقول انها بقره صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن کند که رنگش چگونه است. گفت وی می‌فرماید آن ماده گاوی است زرد یک دست و خالص که رنگش بینندگان را شاد می کند. قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. گفتند از پروردگارت بخواه تا بر ما روشن گرداند که آن چگونه گاوی باشد، زیرا چگونگی این ماده گاو بر ما مشتبه شده، ولی با توضیحات بیشتر تو ما انشاء الله حتما هدایت خواهیم شد. قال
انه يقول انها بقرة لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الان جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. گفت وی می فرماید در حقیقت آن ماده گاوی است که نه رام است تا زمین را شخم زند و نه کشتزار را آبیاری کند، بی نقص است و هیچ لکه‌ای در آن نیست. گفتند اینک سخن درست آوردی. پس آن را سر بریدند و چیزی نمانده بود که نکنند. وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ. و چون شخصی را کشتید و درباره او با یکدیگر به ستیزه برخاستید و حالان که خدا آنچه را کتمان می کردید آشکار گردانید، فَقُلْنَا اضْرِبُوهُ بِبَعْضِهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ. پس فرمودیم پاره ای از آن گاو سربریده را به آن مقتول بزنید تا زنده شود. این گونه خدا مردگان را زنده می کند و آیات خود را به شما می نمایاند، باشد که بیاندیشید. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ. سپس دلهای شما بعد از این واقعه سخت گردید همانند سنگ یا سخت‌تر از آن، چرا که از برخی سنگ‌ها جوی‌هایی بیرون می‌زند و پاره‌ای از آنها می‌شکافد و آب از آن خارج می‌شود و برخی از آنها از بیم خدا فرو می‌ریزد و خدا از آن چه می‌کنید غافل نیست. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. آیا طمع دارید که اینان به شما ایمان بیاورند با آنکه گروهی از آنان سخنان خدا را می شنیدند سپس آن را بعد از فهمیدنش تحریف می کردند و خودشان هم می دانستند؟ و اذا لقوا الذین آمنوا قالوا آمنا و اذا خلا بعضهم الى بعض قالوا اتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم افلا تعقلون. و همین یهودیان چون با کسانی که ایمان آورده اند برخورد کنند میگویند ما ایمان آورده ایم و وقتی با همدیگر خلوت می کنند می گویند چرا از آنچه خداوند بر شما گشوده است برای آنان حکایت می کنید تا آنان به استناد آن پیش پروردگارتان بر ضد شما استدلال کنند؟ آیا فکر نمی کنید؟ اولا يعلمون ان الله يعلم ما يسرون وما يعلنون.
آیا نمی دانند که خداوند آنچه را پوشیده می دارند و آنچه را آشکار می کنند می داند؟ و منهم امیون لا یعلمون الكتاب الا امانی و انهم الا یظنون. و بعضی از آنان بی سوادانی هستند که کتاب خدا را جز خیالات خامی نمی دانند و فقط گمان می برند. فَوَيْلُ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ. پس وای بر کسانی که کتاب تحریف شده ای با دستهای خود می نویسند، سپس می گویند این از جانب خداست، تا بدان بهای ناچیزی به دست آرند. پس وای بر ایشان از آنچه دستهایشان نوشته و وای بر ایشان از آنچه از این راه به دست می آورند. وقالوا لن تمسنا النار الا اياما معدوده قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده ام تقولون على الله ما لا تعلمون. وگفتند جز روزهایی چند هرگز آتش به ما نخواهد رسید، بگو مگر پیمانی از خدا گرفته اید که خدا پیمان خود را هرگز خلاف نخواهد کرد، یا آنچه را نمی دانید به دروغ به خدا نسبت می دهید؟ بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. آری، کسی که بدی به دست آورد و گناهش او را در میان گیرد، پس چنین کسانی اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنه هم فیها خالدون. و کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده اند آنان اهل بهشتند و در آن جاودان خواهند ماند. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ. وَچُنْ أَزْ فَرْزَنْدَانِ إِسْرَائِيلِ پیمان محکم گرفتیم که جز خدا را نپرستید و به پدر و مادر و خیشان و یتیمان و مستمندان احسان کنید و با مردم به زبان خوش سخن بگویید و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید، آنگاه جز اندکی از شما همگی به حالت اعراض روی برتافتید. و اذ اخذنا میثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم وانتم تشهدون.
و چون از شما پیمان محکم گرفتیم که خون هم دیگر را مریزید و یک دیگر را از سرزمین خود بیرون نکنید، سپس به این پیمان اقرار کردید و خود گواهید. ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ولی باز همین شما هستید که یکدیگر را میکشید و گروهی از خودتان را از دیارشان بیرون میرانید و به گناه و تجاوز بر ضد آنان به یکدیگر کمک میکنید و اگر به اسارت پیش شما آیند به دادن فدیه آنان را آزاد میکنید، با آنکه نه تنها کشتن بلکه بیرون کردن آنان بر شما حرام شده است. آیا شما به پاره ای از کتاب تورات ایمان می آورید و به پاره ای کفر می ورزید؟ پس جزای هر کس از شما که چنین کند جز خاری در زندگی دنیا چیزی نخواهد بود و روز رستاخیز ایشان را به سخت ترین عذابها باز برند و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست. أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. همین کسانند که زندگی دنیا را به بهای جهان دیگر خریدند، پس نه عذاب آنان سبک گردد و نه ایشان یاری شوند. ولقد آتینا موسی الكتاب وقفینا من بعده بالرسل وآتینا عیسی بن مریم البینات وأیدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. و همانا به موسی کتاب تورات را دادیم و پس از او پیامبرانی را پشت سر هم فرستادیم و عیسی پسر مریم را معجزه های آشکار بخشیدیم و او را با روح القدس تأیید کردیم، پس چرا هرگاه پیامبری چیزی را که خوشایند شما نبود برایتان آورد کبر ورزیدید؟ گروهی را دروغگو خواندید و گروهی را کشتید. و قالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون. و گفتند دلهای ما در غلاف است. نه چنین نیست، بلکه خدا به سزای کفرشان لعنتشان کرده است. پس آنان که ایمان می آورند چه اندک شماره اند. ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به
فلعنت الله على الكافرين. و هنگامی که از جانب خداوند کتابی که مؤید آن چه نزد آنان است برایشان آمد و از دیرباز در انتظارش بر کسانی که کافر شده بودند پیروزی می جستند، ولی همین که آنچه که اوصافش را می شناختند برایشان آمد انکارش کردند، پس لعنت خدا بر کافران باد. بئس ما اشتروا به انفسهم ان یکفروا بما انزل الله بغیا ان ینزل الله من فضله علی من یشاء من عباده فباءوا بغضب علی غضب وللكافرين عذاب مهين. وه که به چه بد بهایی خود را فروختند که به آن چه خدا نازل کرده بود از سر رشک انکار آوردند، که چرا خداوند از فضل خیش بر هر کس از بندگانش که بخواهد آیاتی فرو می فرستد، پس به خشمی بر خشم دیگر گرفتار آمدند و برای کافران عذابی خفت‌آور است. و اذا قیل لهم آمنوا بما انزل الله قالوا نؤمن بما انزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. و چون به آنان گفته شود به آنچه خدا نازل کرده ایمان آورید، می گویند ما به آنچه بر پیامبر خودمان نازل شده ایمان می آوریم و غیر آن را با آن که کاملا حق و مؤید همان چیزی است که با آنان است انکار می کنند. بگو اگر مؤمن بودید پس چرا پیش از این پیامبران خدا را می کشتید؟ ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وانتم ظالمون. و قطعا موسا برای شما معجزات آشکاری آورد، سپس آن گوساله را در قیاب وی به خدایی گرفتید و ستمکار شدید. و اذ اخذنا میثاقکم و رفعنا فوقکم الطور خذوا ما آتیناکم بقوة و اسمعوا قالوا سمعنا و عصینا و اشربوا فی قلوبهم العجل بکفرهم قل بئس ما یأمرکم به ایمانکم این کنتم مؤمنین. و آنگاه که از شما پیمان محکم گرفتیم و کوه طور را بر فراز شما برافراشتیم و گفتیم آنچرا به شما داده ایم به جد و جهد بگیرید و به دستورهای آن گوش فرادهید، گفتند شنیدیم و نافرمانی کردیم، و بر اثر کفرشان مهر گوساله در دلشان سرشته شد. بگو اگر مؤمنید بدانید که ایمانتان شما را به بد چیزی وامی دارد. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. بگو اگر در نزد خدا سرای بازپسین یک سر به شما اختصاص دارد
نه دیگر مردم، پس اگر راست میگویید آرزوی مرگ کنید. ولن يتمنوه ابدا بما قدمت ايديهم والله عليم بالظالمين. ولی به سبب کارهایی که از پیش کرده اند هرگز آن را آرزو نخواهند کرد و خدا به حال ستمگران داناست. ولتجدنهم احرص الناس على حياة ومن الذين اشركوا يود احدهم لو يعمر الف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر والله بصير بما يعملون. و آنان را مسلماً آزمندترین مردم به زندگی و حتی حریص‌تر از کسانی که شرک می‌ورزند خواهی یافت. هر یک از ایشان آرزو دارد که کاش 1000 سال عمر کند، با آن که اگر چنین عمری هم به او داده شود وی را از عذاب دور نتواند داشت و خدا بر آن چه می کنند بیناست. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. بگو کسی که دشمن جبرئیل است در واقع دشمن خداست، چرا که او به فرمان خدا قرآن را بر قلبت نازل کرده است، در حالی که مؤید کتاب‌های آسمانی پیش از آن و هدایت و بشارتی برای مؤمنان است. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. هر که دشمن خدا و فرشتگان و فرستادگان او و جبرائیل و میکائیل است بداند که خدا یقینا دشمن کافران است. ولقد انزلنا اليك آيات بينات وما يكفر بها الا الفاسقون. و همانا بر تو آیاتی روشن فرو فرستادیم و جز فاسقان کسی آنها را انکار نمی کند. او کلما عاهدوا عهدا نبذه فریق منهم بل اکثرهم لا یؤمنون. و مگر نه این بود که یهود هرگاه پیمانی بستند گروهی از ایشان آن را دور افکندند، بلکه حقیقت این است که بیشترشان ایمان نمی آورند. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين اوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. بانگاه که فرستاده ای از جانب خداوند برایشان آمد که آنچه را با آنان بود تصدیق می داشت، گروهی از اهل کتاب کتاب خدا را پشت سر افکندند، چنان که گویی از آن هیچ نمی دانند. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان
و ما کفر سلیمان ولکن الشیاطین کفروا یعلمون الناس السحر و ما انزل على الملکین ببابل هاروت و ماروت وما يعلمان من احد حتى يقولا انما نحن فتنه فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من احد الا باذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الاخره من خلاق ولبئس ما شروا به انفسهم لو كانوا يعلمون. و آنچه را که شیطان صفتها در سلطنت سلیمان خوانده و درس گرفته بودند پیروی کردند و سلیمان کفر نورزید، لیکن آن شیطان صفتها به کفر گراییدند که به مردم سحر می آموختند. و از آن چه بر آن دو فرشته هاروت و ماروت در بابل فرو فرستاده شده بود پیروی کردند، با این که آن دو فرشته هیچ کس را تعلیم سحر نمی کردند مگر آن که قبلن به او می گفتند ما وسیله آزمایشی برای شما هستیم پس زنهار کافر نشوی. ولی آنها از آن دو فرشته چیزهایی میاموختند که به وسیله آن میان مرد و همسرش جدایی بیفکنند، هرچند بدون فرمان خدا نمیتوانستند به وسیله آن به احدی زیان برسانند. و خلاصه چیزی میاموختند که برایشان زیان داشت و سودی به دیشان نمیرسانید. و قطعا یهودیان دریافته بودند که هر کس خریدار این متاع باشد در آخرت بهره ای ندارد و که چه بد بود آنچه به جان خریدند اگر می دانستند. ولو انهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خیر لو كانوا يعلمون. اگر آنها گرویده و پرهیزگاری کرده بودند قطعا پاداشی که از جانب خدا می‌یافتند بهتر بود اگر می‌دانستند. يا ايها الذين امنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ای کسانی که ایمان آورده اید نگویید راعنا و بگویید انظرنا و این توصیه را بشنوید، وگرنه کافران را عذابی دردناک است. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نه کسانی که از اهل کتاب کافر شده اند و نه مشرکان هیچ کدام دوست نمی دارند خیری از جانب پروردگارتان بر شما فرود آید، با آنکه خدا هر که را خواهد به رحمت خود اختصاص دهد و خدا دارای فزون بخشی عظیم است. ما ننسخ من آية أو ننسها نأت بخير منها أو مثلها
الم تعلم ان الله على كل شيء قدير. هر حکمی را نسخ کنیم یا آن را به دست فراموشی بسپاریم بهتر از آن یا مانندش را می آوریم، مگر ندانستی که خدا بر هر کاری تواناست. الم تعلم ان الله له ملك السماوات والارض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. مگر ندانستی که فرمان روایی آسمان ها و زمین از آن خداست و شما جز خدا سرور و یاوری ندارید. ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل. آیا میخواهید از پیامبر خود همان را بخواهید که قبلا از موسی خواسته شد؟ و هر کس کفر را با ایمان عوض کند مسلما از راه درست گمراه شده است. ود کثیر من اهل الكتاب لو يردونكم من بعد ایمانكم كفارا حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير. بسیاری از اهل کتاب پس از این که حق بر ایشان آشکار شد از روی حسدی که در وجودشان بود آرزو می کردند که شما را بعد از ایمانتان کافر گردانند، پس عفو کنید و درگذرید تا خدا فرمان خیش را بیاورد که خدا بر هر کاری تواناست. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و ما تقدموا لأنفسكم من خیر تجدوه عند الله این الله بما تعملون بصير. و نماز را به پا دارید و زکات را بدهید و هر گونه نیکی که برای خیش از پیش فرستید آن را نزد خدا باز خواهید یافت، آری خدا به آن چه می کنید بیناست. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارا تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. و گفتند هرگز کسی به بهش در نیاید مگر آن که یهودی یا ترسا باشد، این آرزوهای واهی ایشان است، بگو اگر راست میگویید دلیل خود را بیاورید. بله من اسلم وجهه لله و هو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آری هر کس که خود را با تمام وجود به خدا تسلیم کند و نیکوکار باشد پس مزد وی پیش پروردگار اوست و بیمی بر آنان نیست و غمگین نخواهند شد. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب
كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. و یهودیان گفتند ترسایان بر حق نیستند، و ترسایان گفتند یهودیان بر حق نیستند، با آنکه آنان کتاب آسمانی را می‌خوانند. افراد نادان نیز سخنی همانند گفته ایشان گفتند. پس خداوند روز رستاخیز در آنچه با هم اختلاف می‌کردند میان آنان داوری خواهد کرد. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا أُولَئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لهم في الدنيا خزي ولهم في الاخره عذاب عظيم. و کیست بیدادگرتر از آن کس که نگذارد در مساجد خدا نام وی برده شود و در ویرانی آنها بکوشد؟ آنان حق ندارند جز ترسان و لرزان در آن مسجدها درآیند. در این دنیا ایشان را خاری و در آخرت عذابی بزرگ است. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. و مشرق و مغرب از آن خداست، پس به هر سو رو کنید آنجا روی به خداست. آری خدا گشایشگر داناست. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والارض كل له قانتون. و گفتند خداوند فرزندی برای خود اختیار کرده است، او منزه است، بلکه هر چه در آسمان ها و زمین است از آن اوست و همه فرمان پذیر اویند. بدیع السماوات والارض و اذا قضا امرا فانما یقول له کن فیکون. او پدید آورنده آسمان ها و زمین است و چون به کاری اراده فرماید فقط میگوید موجود باش، پس فوراً موجود می شود. و قال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله او تأتينا آية كذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بینا الآیات لقوم یوقنون. افراد نادان گفتند چرا خدا با ما سخن نمی گوید یا برای ما معجزه‌ای نمی آید؟ کسانی که پیش از اینان بودند نیز مثل همین گفته ایشان را می گفتند. دلها و افکارشان به هم میماند. ما نشانهای خود را برای گروهی که یقین دارند نیک روشن گردانیده ایم. اینا ارسلناک بالحق بشیرا و نذیرا ولا تسأل عن اصحاب الجحیم. ما تو را به حق فرستادیم تا بشارتگر و بیم دهنده باشی، ولی درباره دوزخیان از تو پرسشی نخواهد شد. ولن ترضى عنك اليهود ولن نصارى حتى تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى
ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير. و هرگز یهودیان و ترسایان از تو راضی نمی شوند مگر آن که از کیش آنان پیروی کنی. بگو در حقیقت تنها هدایت خداست که هدایت واقعی است، و چنانچه پس از آن علمی که تو را حاصل شد باز از هوس‌های آنان پیروی کنی، در برابر خدا سرور و یاوری نخواهی داشت. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. کسانی که کتاب آسمانی به آنان داده ایم و آن را چنان که باید می‌خوانند، ایشانند که بدان ایمان دارند، ولی کسانی که بدان کفر ورزند همانانند که زیانکارانند. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. ای فرزندان اسرائیل، نعمتم را که بر شما ارزانی داشتم و این که شما را بر جهانیان برتری دادم یاد کنید. واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. و بترسید از روزی که هیچ کس چیزی از عذاب خدا را از کسی دفع نمی کند و نه بدل و بلاگردانی از وی پذیرفته شود و نه او را میانجیگری سودمند افتد و نه یاری شوند. و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلك للناس اماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. و چون ابراهیم را پروردگارش با کلماتی بیازمود و وی آن همه را به انجام رسانید، خدا به او فرمود من تو را پیشوای مردم قرار دادم. ابراهیم پرسید از دودمانم چطور؟ فرمود پیمان من به بیدادگران نمی رسد. و اذ جعلنا البیت مثابتا للناس و امنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل ان طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. و چون خانه کعبه را برای مردم محل اجتماع و جای امنی قرار دادیم و فرمودیم در مقام ابراهیم نمازگاهی برای خود اختیار کنید، و به ابراهیم و اسماعیل فرمان دادیم که خانه مرا برای طواف کنندگان و معتکفان و رکوع و سجود کنندگان پاکیزه کنید. و اذ قال ابراهیم رب جعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر
قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. و چون ابراهیم گفت پروردگارا این سرزمین را شهری امن گردان و مردمش را هر کس از آنان که به خدا و روز بازپسین ایمان بیاورد از فرآورده‌ها روزی بخش، فرمود ولی هر کس کفر بورزد اندکی برخوردارش می کنم، سپس او را با خاری به سوی عذاب آتش دوزخ می کشانم و چه بد سرانجامی است. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. و هنگامی که ابراهیم و اسماعیل پایه‌های خانه کعبه را بالا می بردند می گفتند ای پروردگار ما، از ما بپذیر که در حقیقت تو شنوای دانایی. ربنا وجعلنا مسلمین لك ومن ذریتنا امه مسلمه لك وارنا مناسکنا وتب علینا انك انت التواب الرحیم. پروردگارا ما را تسلیم فرمان خود قرار ده و از نسل ما امتی فرمان بردار خود پدیدار و آداب دینی ما را به ما نشان ده و بر ما ببخشای که توی توبه پذیر مهربان. ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. پروردگارا در میان آنان فرستاده‌ای از خودشان برانگیز تا آیات تو را بر آنان بخواند و کتاب و حکمت به آنان بیاموزد و پاکیزشان کند، زیرا که تو خود شکست ناپذیر حکیمی. و من یرغب عن ملت ابراهیم الا من سفه نفسه ولقد اصطفیناه فی الدنیا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. و چه کسی جز آن که به سبک مغزی گراید از آیین ابراهیم روی برمیتابد، و ما او را در این دنیا برگزیدیم و البته در آخرت نیز از شایستگان خواهد بود. اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين. هنگامی که پروردگارش به او فرمود تسلیم شو، گفت به پروردگار جهانیان تسلیم شدم. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. وَإِبْرَاهِيمُ وَيَعْقُوبُ پسران خود را به همان آیین سفارش کردند و هر دو در وصیتشان چنین گفتند ای پسران من، خداوند برای شما این دین را برگزید، پس البته نباید جز مسلمان بمیرید.
ام کنتم شهداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیه ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الهك و اله آبائك ابراهیم و اسماعیل و اسحاق الها واحدا و نحن له مسلمون. آیا وقتی که یعقوب را مرگ فرا رسید حاضر بودید؟ هنگامی که به پسران خود گفت پس از من چرا خواهید پرستید؟ گفتند معبود تو و معبود پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق معبودی یگانه را می پرستیم و در برابر او تسلیم هستیم. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آن جماعت را روزگار به سر آمد، دستاورد آنان برای آنان و دستاورد شما برای شماست و از آنچه آنان می کرده اند شما بازخواست نخواهید شد. و قالوا کونو هودا او نصارا تهتدو قل بل ملت ابراهیم حنیفا و ما کان من المشرکین. و اهل کتاب گفتند یهودی یا مسیحی باشید تا هدایت یابید. بگو نه، بلکه بر آیین ابراهیم حقگرا هستم و وی از مشرکان نبود. قولوا آمنا بالله و ما انزل الینا و ما انزل الى اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط و ما اوتی موسی و عیسی و ما اوتی النبیون من ربهم لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون. بگویید ما به خدا و به آنچه بر ما نازل شده و به آنچه بر ابراهیم و اسحاق و یعقوب و اسبات نازل آمده و به آنچه به موسی و عیسی داده شده و به آنچه به همه پیامبران از سوی پروردگارشان داده شده ایمان آورده ایم، میان هیچ یک از ایشان فرق نمی گذاریم و در برابر او تسلیم هستیم. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پس اگر آنان هم به آن چه شما بدان ایمان آورده اید ایمان آوردند قطعا هدایت شدند، ولی اگر روی برتافتند جز این نیست که سر ستیز و جدائی دارند و به زودی خداوند شر آنان را از تو کفایت خواهد کرد که او شنوای داناست. صبغت الله وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَهُ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ. این است نگارگری الهی و کیست خوشنگارتر از خدا و ما او را پرستندگانی. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا اعمالنا ولكم اعمالكم ونحن له مخلصون. بگو
آیا درباره خدا با ما بحث و گفتگو می کنید با آنکه او پروردگار ما و پروردگار شماست و کردارهای ما از آن ما و کردارهای شما از آن شماست و ما برای او اخلاص می ورزیم؟ ام تقولون ان ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط کانو هودا او نصارا قل اانتم اعلم ام الله ومن اظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. یا میگویید ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط دوازدهگانه یهودی یا نصرانی بودند؟ بگو آیا شما بهتر می دانید یا خدا؟ و کیست ستمکارتر از آن کس که شهادتی از خدا را در نزد خیش پوشیده دارد و خدا از آن چه می کنید غافل نیست؟ تلک امت قد خلت لها ما کسبت و لکم ما کسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. آن جماعت را روزگار سپری شد، برای ایشان است آنچه به دست آوردند و برای شماست آنچه به دست آورده اید و از آنچه آنان می کرده اند شما باز خواست نخواهید شد. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. بزودی مردم کم خرد خواهند گفت چه چیز آنان را از قبله‌ای که بر آن بودند روی گردان کرد؟ بگو مشرق و مغرب از آن خداست، هر که را خواهد به راه راست هدایت می کند. و کذلک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا و ما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. و بدین گونه شما را امتی میانه قرار دادیم تا بر مردم گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد و قبله ای را که چندی بر آن بودی مقرر نکردیم جز برای آن که کسی را که از پیامبر پیروی می کند از آن کس که از عقیده خود بر می گردد باز شناسیم و البته این کار جز بر کسانی که خدا هدایتشان کرده سخت گران بود و خدا بران نبود که ایمان شما را زایع گرداند زیرا خدا نسبت به مردم دلسوز و مهربان است. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره
وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ. ما به هر سو گردانیدن رویت در آسمان را نیک می‌بینیم، پس باش تا تو را به قبله‌ای که بدان خوشنود شوی برگردانیم، پس روی خود را به سوی مسجد الحرام کن و هر جا بودید روی خود را به سوی آن بگردانید. در حقیقت اهل کتاب نیک می دانند که این تغییر قبله از جانب پروردگارشان بجا و درست است و خدا از آن چه می کنند غافل نیست. ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. و اگر هر گونه معجزه‌ای برای اهل کتاب بیاوری باز قبله تو را پیروی نمی کنند و تو نیز پیرو قبله آنان نیستی و خود آنان پیرو قبله یکدیگر نیستند، و پس از علمی که تو را حاصل آمده اگر از هوس‌های ایشان پیروی کنی در آن صورت جداً از ستمکاران خواهی بود. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. کسانی که به ایشان کتاب آسمانی داده ایم همان گونه که پسران خود را می‌شناسند او را می‌شناسند، و مسلماً گروهی از ایشان حقیقت را نهفته می‌دارند و خودشان هم می‌دانند. الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. حق از جانب پروردگار توست، پس مبادا از تردید کنندگان باشی. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات اينما تكونوا ياتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. و برای هر کسی قبله ایست که وی روی خود را به آن سوی می‌گرداند، پس در کارهای نیک بر یکدیگر پیشی گیرید، هر کجا که باشید خداوند همگی شما را به سوی خود باز می‌آورد. در حقیقت خدا بر همه چیز تواناست. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و انه للحق من ربك و ما الله بغافل عما تعملون. و از هر کجا بیرون آمدی روی خود را به سوی مسجد الحرام بگردان، و البته این فرمان حق است و از جانب پروردگار توست و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست. و من حیث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام و حیث ما کنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا یکون للناس علیکم حجت الا الذین ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشونی ولأتم نعمتی علیکم ولعلکم تهتدون. و از هر کجا بیرون آمدی به هنگام نماز
روی خود را به سمت مسجد الحرام بگردان و هر کجا بودید رویهای خود را به سوی آن بگردانید تا برای مردم غیر از ستمگرانشان بر شما حجتی نباشد. پس از آنان نترسید و از من بترسید تا نعمت خود را بر شما کامل گردانم و باشد که هدایت شوید. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا و یزکیکم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. همانطور که در میان شما فرستاده ای از خودتان روانه کردیم که آیات ما را بر شما می‌خواند و شما را پاک می‌گرداند و به شما کتاب و حکمت می‌آموزد و آن چرا نمی دانستید به شما یاد می دهد. فذکرونی اذکرکم و اشکرولی ولا تکفرون. پس مرا یاد کنید تا شما را یاد کنم و شکرانه ام را به جا یارید و با من ناسپاسی نکنید. يا ايها الذين امنوا استعينوا بالصبر والصلاه ان الله مع الصابرين. ای کسانی که ایمان آورده اید از شکیبایی و نماز یاری جویید زیرا خدا با شکیبایان است. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون. و کسانی را که در راه خدا کشته می شوند مرده نخوانید بلکه زنده اند ولی شما نمی دانید. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. و قطعا شما را به چیزی از قبیل ترس و گرسنگی و کاهشی در اموال و جانها و محصولات می آزماییم و مژده شکیبایان را. الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون. همان کسانی که چون مصیبتی به آنان برسد می گویند ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. بر ایشان درودها و رحمتی از پروردگارشان باد و راه یافتگان هم خود ایشانند. این الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم. در حقیقت صفا و مروه از شعایر خداست که یادآور اوست. پس هر که خانه خدا را حج کند یا عمره گذارد بر او گناهی نیست که میان آن دو سعی به جای آورد و هر که افزون بر فریضه کار نیکی کند خدا حق شناس و داناست.
إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. کسانی که نشانهای روشن و رهنمودی را که فرو فرستاده ایم بعد از آن که آن را برای مردم در کتاب توضیح داده ایم نهفته می دارند، آنان را خدا لعنت می کند و لعنت کنندگان لعنتشان می کنند. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. مگر کسانی که توبه کردند و خود را اصلاح نمودند و حقیقت را آشکار کردند، پس بر آنان خواهم بخشود و من توبه پذیر مهربانم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. کسانی که کافر شدند و در حال کفر مردند، لعنت خدا و فرشتگان و تمام مردم بر آنان باد. خالدین فیها لا یخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون. در آن لعنت جاودانه بمانند، نه عذابشان کاسته گردد و نه مهلت یابند. و الهکم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحیم. و معبود شما معبود یگانه ایست که جز او هیچ معبودی نیست و اوست بخشایشگر مهربان. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. راستی که در آفرینش آسمانها و زمین و در پی یکدیگر آمدن شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند با آن چه به مردم سود می رساند و همچنین آبی که خدا از آسمان فرو فرستاده و با آن زمین را پس از مردنش زنده گردانیده و در آن هر گونه جنبنده‌ای پراکنده کرده و نیز در گردانیدن بادها و ابری که میان آسمان و زمین آرمیده است، برای گروهی که می اندیشند واقعا نشانه هایی گویا وجود دارد. و من الناس من یتخذ من دون الله اندادا یحبونهم کحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله ولو یرى الذین ظلموا اذ یرون العذاب ان القوة لله جميعا وان الله شدید العذاب. و برخی از مردم در برابر خدا همانندهایی برای او برمیگزینند و آنها را چون دوستی خدا دوست می دارند. ولی کسانی که ایمان آورده اند به خدا محبت بیشتری دارند. کسانی که با برگزیدن بت‌ها به خود ستم نمودند
اگر می دانستند هنگامی که عذاب را مشاهده کنند تمام نیروها از آن خداست و خدا سخت کیفر است. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. آنگاه که پیشوایان از پیروان بیزاری جوگند و عذاب را مشاهده کنند و میانشان پیوندها بریده گردد. وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. و پیروان میگویند کاش برای ما بازگشتی بود تا همان گونه که آنان از ما بیزاری جستند ما نیز از آنان بیزاری می جستیم. این گونه خداوند کارهایشان را که بر آنان مایه حسرت هاست به ایشان می نمایاند و از آتش بیرون آمدنی نیستند. يا ایها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ای مردم، از آن چه در زمین است حلال و پاکیزه را بخورید و از گامهای شیطان پیروی مکنید که او دشمن آشکار شماست. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی الله ما لا تعلمون. او شما را فقط به بدی و زشتی فرمان می‌دهد و وامی دارد تا بر خدا چیزی را که نمی‌دانید بربندید. و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا اولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. و چون به آنان گفته شود از آن چه خدا نازل کرده پیروی کنید میگویند نه، بلکه از چیزی که پدران خود را بر آن یافته ایم پیروی میکنیم. آیا هرچند پدرانشان چیزی را درک نمی کرده و به راه ثواب نمی رفته اند باز هم در خور پیروی هستند؟ و مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. و مثل دعوت کننده کافران چون مثل کسی است که حیوانی را که جز صدا و ندایی مبهم چیزی نمی‌شنود بانگ میزند. آری کرند، لالند، کورند و در نمییابند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از نعمتهای پاکیزهی که روزی شما کرده ایم بخورید و خدا را شکر کنید اگر تنها او را می پرستید. انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. خداوند تنها مردار و خون و
و گوشت خوک و آنچرا که هنگام سربریدن نام غیر خدا بر آن برده شده بر شما حرام گردانیده است، ولی کسی که برای حفظ جان خود به خوردن آنها ناچار شود، در صورتی که ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهی نیست، زیرا خدا آمرزنده و مهربان است. ان الذين يكتمون ما انزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا اولئك ما ياكلون في بطونهم الا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامه ولا يزكيهم ولهم عذاب اليم. کسانی که آنچرا خداوند از کتاب نازل کرده پنهان می‌دارند و بدان بهای ناچیزی به دست می‌آورند، آنان جز آتش در شکمهای خیش فرو نبرند و خدا روز قیامت با ایشان سخن نخواهد گفت و پاکشان نخواهد کرد و عذابی دردناک خواهند داشت. اولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما اصبرهم على النار. آنان همان کسانی هستند که گمراهی را به بهای هدایت و عذاب را به ازای آمرزش خریدند، پس براستی چه اندازه باید بر آتش شکیبا باشند. ذلك بان الله نزل الكتاب بالحق وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ لَفِي شِقَاقٍ بَعِيدٍ. چرا که خداوند کتاب تورات را به حق نازل کرده است و کسانی که درباره کتاب خدا با یکدیگر به اختلاف پرداختند در ستیزه‌ای دور و درازند. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس اولئك الذين صدقوا واولئك هم المتقون. نیکوکاری آن نیست که روی خود را به سوی مشرق و یا مغرب بگردانید، بلکه نیکی آن است که کسی به خدا و روز بازپسین و فرشتگان و کتاب آسمانی و پیامبران ایمان آورد و مال خود را با وجود دوست داشتنش به خیشاوندان و یتیمان و بینوایان و در راه ماندگان و در راه آزاد کردن بندگان بدهد و نماز را برپای دارد و زکات را بدهد و آنان که چون عهد بندند به عهد خود وفادارانند و در سختی و زیان و به هنگام جنگ شکیبایانند، آنانند کسانی که راست گفتند و آنان همان پرهیزگارانند. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتل الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى
فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف و اداء الیه باحسان ذلك تخفیف من ربکم و رحمه فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب الیم. ای کسانی که ایمان آورده اید، درباره کشتگان بر شما حق قصاص مقرر شده، آزاد عوض آزاد و بنده عوض بنده و زن عوض زن، و هر کس که از جانب برادر دینیش یعنی ولی مقتول چیزی از حق قصاص به او گذشت شود، باید از گذشت ولی مقتول به طور پسندیده پیروی کند و با رعایت احسان خونبها را به او بپردازد. این حکم تخفیف و رحمتی از پروردگار شماست، پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد وی را عذابی دردناک است. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون. و ای خردمندان، شما را در قصاص زندگانی است، باشد که به تقوا گرایید. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين. بر شما مقرر شده است که چون یکی از شما را مرگ فرا رسد، اگر مالی بر جای گذارد برای پدر و مادر و خویشاوندان خود به طور پسندیده وصیت کند، این کار حقی است بر پرهیزگاران. فمن بدله بعد ما سمعه فانما اسمه على الذين يبدلونه ان الله سميع عليم. پس هر کس آن وصیت را بعد از شنیدنش تغییر دهد، گناهش تنها بر گردن کسانی است که آن را تغییر می‌دهند. آری خدا شنوای داناست. فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینهم فلا اثم علیه ان الله غفور رحیم. ولی کسی که از انحراف و تمایل بی جای وصیت کننده‌ای نسبت به ورثه‌اش یا از گناه او در وصیت به کار خلاف بیم داشته باشد و میانشان را سازش دهد، بر او گناهی نیست، که خدا آمرزنده مهربان است. يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ای کسانی که ایمان آورده اید، روزه بر شما مقرر شده است، همان گونه که بر کسانی که پیش از شما بودند مقرر شده بود، باشد که پرهیزگاری کنید. اياما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. روزه در روزهای معدودی بر شما مقرر شده است، ولی هر کس از شما بیمار یا در سفر باشد، به همان شماره تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد، و بر کسانی که روزه طاقت فرساست کفاره ایست که خوراک دادن به بینوایی است، و هر کس به میل خود بیشتر نیکی کند، پس آن برای او بهتر است، و اگر بدانید روزه گرفتن برای شما بهتر است.
شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ماه رمضان همان ماهی است که در آن قرآن فرو فرستاده شده است، کتابی که مردم را راهبر و متضمن دلایل آشکار هدایت و میزان تشخیص حق از باطل است. پس هر کس از شما این ماه را درک کند باید آن را روزه بدارد و کسی که بیمار یا در سفر است باید به شماره آن تعدادی از روزهای دیگر را روزه بدارد. خدا برای شما آسانی می خواهد و برای شما دشواری نمی خواهد تا شماره مقرر را تکمیل کنید و خدا را به پاس آن که رهنمونیتان کرده است به بزرگی بستایید و باشد که شکر گذاری کنید. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. و هرگاه بندگان من از تو درباره من بپرسند بگو من نزدیکم و دعای دعا کننده را به هنگامی که مرا بخواند اجابت می کنم. پس آنان باید فرمان مرا گردن نهند و به من ایمان آورند، باشد که راه یابند. احل لكم لیلة الصیام الرفث الى نسائكم هن لباس لكم و انتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتم الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. در شبهای روزه همخوابگی با زنانتان بر شما حلال گردیده است، آنان برای شما لباسی هستند و شما برای آنان لباسی هستید. خدا می دانست که شما با خودتان ناراستی می کردید، پس توبه شما را پذیرفت و از شما درگذشت. پس اکنون در شبهای ماه رمضان می توانید با آنان هم خوابگی کنید و آنچه را خدا برای شما مقرر داشته طلب کنید و بخورید و بیاشامید تا رشته سپید بامداد از رشته سیاه شب بر شما نمودار شود. سپس روزه را تا فرارسیدن شب به اتمام رسانید و در حالی که در مساجد معتکف هستید با زنان در نیامیزید. این است حدود احکام الهی. پس زنهار به قصد گناه بدان نزدیک نشوید. این گونه خداوند آیات خود را برای مردم بیان می کند، باشد که پروا
پیشه کنند. ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتاكلوا فريقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. به اموالتان را میان خودتان به ناروا مخورید و به عنوان رشوه قسمتی از آن را به قضات مدهید تا بخشی از اموال مردم را به گناه بخورید، در حالی که خودتان هم خوب می دانید. یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. درباره حکمت هلال‌های ماه از تو می‌پرسند، بگو آنها شاخص گاه شماری برای مردم و موسم حجند و نیکی آن نیست که از پشت خانه ها درآیید، بلکه نیکی آن است که کسی تقوا پیشه کند و به خانه ها از در ورودی آنها درآیید و از خدا بترسید، باشد که رستگار گردید. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. و در راه خدا با کسانی که با شما می‌جنگند بجنگید، ولی از اندازه در نگذرید، زیرا خداوند تجاوزکاران را دوست نمی‌دارد. وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. و هر کجا بر ایشان دست یافتید آنان را بکشید و از همان جا که شما را بیرون راندند آنان را بیرون برانید، چرا که فتنه از قتل بدتر است. با این همه در کنار مسجد الحرام با آنان جنگ مکنید مگر آن که با شما در آنجا به جنگ درآیند. پس اگر با شما جنگیدند آنان را بکشید که کیفر کافران چنین است. فَإِنْ تَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. و اگر باز ایستادند البته خدا آمرزنده مهربان است. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. با آنان بجنگید تا دیگر فتنه ای نباشد و دین مخصوص خدا شود. پس اگر دست برداشتند تجاوز جز بر ستمکاران روانی است. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين. این ماه حرام در برابر آن ماه حرام است و حد که حرمتها قصاص دارد، پس هر کس بر شما تعدی کرد همان گونه که بر شما تعدی کرده بر او تعدی کنید و از خدا پروا بدارید و بدانید که خدا با تقوا پیشگان است.
وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. و در راه خدا انفاق کنید و خود را با دست خود به هلاکت میفکنید و نیکی کنید که خدا نیکوکاران را دوست می‌دارد. وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدِيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. و برای خدا حج و عمره را به پایان رسانید و اگر به علت موانعی باز داشته شدید، آنچه از قربانی میسر است قربانی کنید و تا قربانی به قربانگاه نرسیده سر خود را متراشید. و هر کس از شما بیمار باشد یا در سر ناراحتی داشته باشد و ناچار شود در احرام سر بتراشد، به کفاره آن باید روزه‌ای بدارد یا صدقه‌ای دهد یا قربانی بکند. و چون ایمنی یافتید، پس هر کس از اعمال عمره به حج پرداخت باید آنچه از قربانی میسر است قربانی کند، و آن کس که قربانی نیافت باید در هنگام حج 3 روز روزه بدارد، و چون برگشتید 7 روز دیگر روزه بدارید. این 10 روز تمام است. این حج تمتع برای کسی است که اهل مسجد الحرام نباشد و از خدا بترسید و بدانید که خدا سخت کیفر است. الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. حج در ماه‌های معینی است، پس هر کس در این ماه‌ها حج را بر خود واجب گرداند بداند که در اثنای حج هم بستری و گناه و جدال روا نیست، و هر کار نیکی انجام می‌دهید خدا آن را می‌داند، و برای خود توشه برگیرید که در حقیقت بهترین توشه پرهیزگاری است، و ای خردمندان از من پروا کنید. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. بر شما گناهی نیست که در سفر حج فضل پروردگارتان را بجویید، پس چون از عرفات کوچ نمودید خدا را در مشعر الحرام یاد کنید و یادش کنید که شما را که پیشتر از بیراهان بودید فراراه آورد.
ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا الله ان الله غفور رحیم. پس از همان جا که انبوه مردم روانه می شوند شما نیز روانه شوید و از خداوند آمرزش خواهید که خدا آمرزنده مهربان است. فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ. و چون آداب ویژه حج خود را به جای آوردید، همان گونه که پدران خود را به یاد می آورید یا با یاد کردنی بیشتر خدا را به یاد آورید. و از مردم کسی است که می گوید پروردگارا به ما در همین دنیا عطا کن و حالان که برای او در آخرت نصیبی نیست. و منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنة و فی الآخرة حسنة و قنا عذاب النار. و برخی از آنان میگویند پروردگارا در این دنیا به ما نیکی و در آخرت نیز نیکی عطا کن و ما را از عذاب آتش دور نگهدار. اولئک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب. آنانند که از دستاوردشان بهره ای خواهند داشت و خدا زود شمار است. واذكروا الله في ايام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا انكم الیه تحشرون. و خدا را در روزهای معین یاد کنید، پس هر کس شتاب کند و اعمال را در دو روز انجام دهد گناهی بر او نیست و هر که تأخیر کند و اعمال را در سه روز انجام دهد گناهی بر او نیست. این اختیار برای کسی است که از محرمات پرهیز کرده باشد و از خدا پروا کنید و بدانید که شما را به سوی او گرد خواهند آورد. و من الناس من یعجبك قوله فی الحیات الدنیا و یشهد الله علی ما فی قلبه وهو ألد الخصام. و از میان مردم کسی است که در زندگی این دنیا سخنش تو را به تعجب وامی دارد و خدا را بر آن چه در دل دارد گواه می گیرد و حالان که او سخت‌ترین دشمنان است. و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. و چون برگردد یا ریاستی یابد کوشش می‌کند که در زمین فساد نماید و کشت و نسل را نابود سازد و خداوند تباهکاری را دوست ندارد. وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فحسبه جهنم ولبئس المهاد. و چون به او گفته شود از خدا پروا کن، نخوت وی را به گناه کشاند، پس جهنم برای او بس است و چه بد بستری است. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد.
و از میان مردم کسی است که جان خود را برای طلب خوشنودی خدا می فروشد و خدا نسبت به این بندگان مهربان است. يا ايها الذين امنوا ادخلوا في السلم كافه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. ای کسانی که ایمان آورده اید، همگی به اطاعت خدا درآیید و گام‌های شیطان را دنبال مکنید که او برای شما دشمنی آشکار است. فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. و اگر پس از آن که برای شما دلایل آشکار آمد دست خوش لغزش شدید، بدانید که خداوند توانای حکیم است. هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه وقضي الامر والى الله ترجع الامور. مگر انتظار آنان غیر از این است که خدا و فرشتگان در زیر سایبانهایی از ابر سپید به سوی آنان بیایند و کار داوری یکسره شود و کارها به سوی خدا بازگردانده می شود؟ سَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ كَمْ آتَيْنَاهُمْ مِنْ آيَةٍ بَيْنَهُ وَمَنْ يُبَدِّلْ نِعْمَةَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُ فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. از فرزندان اسرائیل بپرس چه بسیار نشانه‌های روشنی به آنان دادیم و هر کس نعمت خدا را پس از آن که برای او آمد به کفران بدل کند خدا سخت کیفر است. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب. زندگی دنیا در چشم کافران آراسته شده است و مؤمنان را ریشخند می کنند و حالان که کسانی که تقوا پیشه بودند در روز رستاخیز از آنان برترند و خدا به هر که بخواهد بیشمار روزی می‌دهد. كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. مردم امتی یگانه بودند، پس خداوند پیامبران را نویدآور و بیم دهنده برانگیخت و با آنان کتاب خود را به حق فرو فرستاد تا میان مردم در آنچه با هم اختلاف داشتند داوری کند و جز کسانی که کتاب به آنان داده شد پس از آن که دلایل روشن برای آنان آمد به خاطر ستم و حسدی که میانشان بود هیچ کس در آن اختلاف نکرد. پس خداوند آنان را که ایمان آورده بودند به توفیق خیش به حقیقت آن چه در آن اختلاف داشتند
هدایت کرد و خدا هر که را بخواهد به راه راست هدایت می کند. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما ياتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. آیا پنداشتید که داخل بهشت می شوید و حالان که هنوز مانند آنچه بر سر پیشینیان شما آمد بر سر شما نیامده است؟ آنان دچار سختی و زیان شدند و به هول و تکان در آمدند تا جایی که پیامبر خدا و کسانی که با وی ایمان آورده بودند گفتند یاری خدا کی خواهد بود؟ هشدار که یاری خدا نزدیک است. يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. از تو میپرسند چه چیزی انفاق کنند و به چه کسی بدهند؟ بگو هر مالی انفاق کنید به پدر و مادر و نزدیکان و یتیمان و مسکینان و به در راه مانده تعلق دارد و هر گونه نیکی کنید البته خدا به آن داناست. کتب علیکم القتال و هو کره لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بر شما کارزار واجب شده است در حالی که برای شما ناگوار است و بسا چیزی را خوش نمی دارید و آن برای شما خوب است و بسا چیزی را دوست می دارید و آن برای شما بد است و خدا می داند و شما نمی دانید. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك اصحاب النار هم فيها خالدون. از تو درباره کارزار در ماه حرام می‌پرسند، بگو کارزار در آن گناهی بزرگ و بازداشتن از راه خدا و کفر ورزیدن به او و بازداشتن از مسجد الحرام و بیرون راندن اهل آن از آنجا نزد خدا گناهی بزرگتر و فتنه از کشتار بزرگتر است و آنان پیوسته با شما می‌جنگند تا اگر بتوانند شما را از دینتان برگردانند و کسانی از شما که از دین خود برگردند و در حال کفر بمیرند آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان اهل آتشند
و در آن ماندگار خواهند بود. ان الذين امنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله اولئك يرجون رحمه الله والله غفور رحيم. آنان که ایمان آورده و کسانی که هجرت کرده و در راه خدا جهاد نموده اند، آنان به رحمت خدا امیدوارند و خداوند آمرزنده مهربان است. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. درباره شراب و قمار از تو می‌پرسند، بگو در آن دو گناهی بزرگ و سودهایی برای مردم است، ولی گناهشان از سودشان بزرگتر است. و از تو می‌پرسند چه چیزی انفاق کنند، بگو مازاد بر نیازمندی خود را. این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می‌گرداند، باشد که در کار دنیا و آخرت بیندیشید. فی الدنیا والآخره و یسألونک عن الیتاما قل اصلاح لهم خیر و این تخالطوهم فإخوانکم والله یعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتکم ان الله عزیز حکیم. و درباره یتیمان از تو میپرسند، بگو به صلاح آنان کار کردن بهتر است، و اگر با آنان همزیستی کنید برادران دینی شما هستند، و خدا تباهکار را از درستکار باز میشناسد، و اگر خدا میخواست در این باره شما را به دشواری می انداخت. آری خداوند توانا و حکیم است. ولا تنكح المشركات حتى يؤمن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكح المشركين حتى يؤمنوا ولا عبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. و با زنان مشرک ازدواج مکنید تا ایمان بیاورند. قطعا کنیز با ایمان بهتر از زن مشرک است، هرچند زیبایی او شما را به شگفت آورد. و به مردان مشرک زن مدهید تا ایمان بیاورند. قطعا برده با ایمان بهتر از مرد آزاد مشرک است، هرچند شما را به شگفت آورد. آنان شما را به سوی آتش فرا می خوانند و خدا به فرمان خود شما را به سوی بهشت و آمرزش می خواند و آیات خود را برای مردم روشن می گرداند، باشد که متذکر شوند. و یسألونک عن المحیض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. از تو درباره عادت ماهانه زنان می‌پرسند، بگو آن رنجی است، با
پس هنگام عادت ماهانه از آمیزش با زنان کنارگیری کنید و به آنان نزدیک نشوید تا پاک شوند. پس چون پاک شدند، از همان جا که خدا به شما فرمان داده است با آنان آمیزش کنید. خداوند توبه کاران و پاکیزگان را دوست می‌دارد. نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم أن شئتم وقدموا لأنفسکم واتقوا الله واعلموا أنکم ملاقوه وبشر المؤمنین. زنان شما کشتزار شما هستند، پس از هر جا و هر گونه که می‌خواهید به کشتزار خود درآیید و برای شخص خودتان در بهره‌مندی از آنها پیش دستی کنید و از خدا پروا کنید و بدانید که او را دیدار خواهید کرد و مؤمنان را به این دیدار مژده ده. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. و خدا را دستاویز سوگندهای خود قرار مدهید تا بدین بهانه از نیکوکاری و پرهیزکاری و سازش دادن میان مردم بازیستید و خدا شنوای داناست. لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. خداوند شما را به سوگندهای لغوتان مؤاخذه نمی کند، ولی شما را بدان چه دلهایتان از روی عمد فراهم آورده است مؤاخذه می کند و خدا آمرزنده بردبار است. للذین یؤلون من نسائهم تربص اربعة اشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحیم. برای کسانی که به ترک همخوابگی با زنان خود سوگند می خورند 4 ماه انتظار و مهلت است، پس اگر به آشتی باز آمدند خداوند آمرزنده مهربان است. و این عزم الطلاق فإن الله سمیع علیم. و اگر آهنگ طلاق کردند در حقیقت خدا شنوای داناست. والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. و زنان طلاق داده شده باید مدت 3 پاکی انتظار کشند و اگر به خدا و روز بازپسین ایمان دارند برای آنان روا نیست که آنچرا خداوند در رحم آنان آفریده پوشیده دارند و شوهرانشان اگر سر آشتی دارند به بازآوردن آنان در این مدت سزاوارترند و مانند همان وظایفی که بر عهده زنان است به طور شایسته به نفع آنان بر عهده مردان است و مردان بر آنان درجه برتری دارند و خداوند توانا و حکیم است. الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان
ولا يحل لكم ان تاخذوا مما اتيتموهن شيئا الا ان يخافا الا يقيما حدود الله فان خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. طلاق رجعی دوبار است، پس از آن یا باید زن را به خوبی نگاه داشتن یا به شایستگی آزاد کردن، و برای شما روانی است که از آن چه به آنان داده اید چیزی باز ستانید، مگر آن که طرفین در بپاداشتن حدود خدا بیمناک باشند. پس اگر بیم دارید که آن دو حدود خدا را بر پای نمی دارند، در آنچه که زن برای آزاد کردن خود فدیه دهد گناهی بر ایشان نیست. این است حدود احکام الهی، پس از آن تجاوز مکنید، و کسانی که از حدود الهی تجاوز کنند آنان همان ستمکارانند. فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. و اگر شوهر برای بار سوم او را طلاق گفت، پس از آن دیگر آن زن برای او حلال نیست تا اینکه با شوهری غیر از او ازدواج کند و با او همخوابگی نماید. پس اگر شوهر دوم وی را طلاق گفت، اگر آن دو همسر سابق پندارند که حدود خدا را برپا می دارند، گناهی بر آن دو نیست که به یکدیگر بازگردند، و اینها حدود احکام الهی است که آن را برای قومی که می دانند بیان می کند. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. فَچون زنان را طلاق گفتید و به پایان عده خیش رسیدند، پس به خوبی نگاهشان دارید یا به خوبی آزادشان کنید، ولی آنان را برای آزار و زیان رساندن به ایشان نگاه مدارید تا به حقوقشان تعدی کنید، و هر کس چنین کند قطعا بر خود ستم نموده است. و آیات خدا را به ریش خند مگیرید و نعمت خدا را بر خود و آنچه را که از کتاب و حکمت بر شما نازل کرده و به وسیله آن به شما اندرز می دهد به یاد آورید، و از خدا پروا داشته باشید و بدانید که خدا به هر چیزی داناست. و اذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فلا تعضلوهن ان ينكحن ازواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر
ذلكم ازكى لكم واطهر والله يعلم وانتم لا تعلمون. و چون زنان را طلاق گفتید و عده خود را به پایان رساندند، آنان را از ازدواج با همسران سابق خود چنانچه به خوبی با یکدیگر ترازی نمایند جلوگیری مکنید. هر کس از شما به خدا و روز بازپسین ایمان دارد به این دستورها پند داده می شود. مراعات این امر برای شما پربرکتتر و پاکیزه تر است و خدا می داند و شما نمی دانید. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَن تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُم مَّا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. و مادران باید فرزندان خود را 2 سال تمام شیر دهند. این حکم برای کسی است که بخواهد دوران شیرخوارگی را تکمیل کند و خوراک و پوشاک آنان به طور شایسته بر عهده پدر است. هیچ کس جز به قدر وسعش مکلف نمی شود. هیچ مادری نباید به سبب فرزندش زیان ببیند و هیچ پدری نیز نباید به خاطر فرزندش ضرر ببیند. و مانند همین احکام بر عهده وارث نیز هست. پس اگر پدر و مادر بخواهند با رضایت و ثواب دید یکدیگر کودک را زودتر از شیر بازگیرند، گناهی بر آن دو نیست. و اگر خواستید برای فرزندان خود دایه بگیرید، بر شما گناهی نیست، به شرط آنکه چیزی را که پرداخت آن را به عهده گرفته اید به طور شایسته بپردازید و از خدا پروا کنید و بدانید که خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا یتربصن بانفسهن 4 اشهر و 10 فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. و کسانی از شما که می میرند و همسرانی بر جای می گذارند، همسران 4 ماه و 10 روز انتظار می برند. پس هرگاه عده خود را به پایان رساندند، در آنچه آنان به نحو پسندیده در باره خود انجام دهند گناهی بر شما نیست و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء او اكننتم في انفسكم علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه
واعلموا ان الله غفور حلیم. و درباره آن چه شما به طور سربسته از زنان در عده وفات خواستگاری کرده یا آن را در دل پوشیده داشته اید، بر شما گناهی نیست. خدا می دانست که شما به زودی به یاد آنان خواهید افتاد، ولی با آنان قول و قرار پنهانی مگذارید مگر آن که سخنی پسندیده بگویید، و به عقد زناشویی تصمیم مگیرید تا زمان مقرر به سر آید، و بدانید که خداوند آنچه را در دل دارید می داند. پس از مخالفت او بترسید و بدانید که خداوند آمرزنده و بردبار است. لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفرضوا لهن فریضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين. اگر زنان را مادامی که با آنان نزدیکی نکرده یا برایشان مهری معین نکرده اید طلاق گویید، بر شما گناهی نیست و آنان را به طور پسندیده به نوعی بهره‌مند کنید. توانگر به اندازه توان خود و تنگ دست به اندازه وسع خود، این کاری است شایسته نیکوکاران. و این طلقتموهن من قبل ان تمسوهن و قد فرضتم لهن فریضتا فنصف ما فرضتم الا ان یعفون او یعفو الذی بیده عقدت النکاح و ان تعفو اقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم ان الله بما تعملون بصير. و اگر پیش از آن که با آنان نزدیکی کنید طلاقشان گفتید، در حالی که برای آنان مهری معین کرده اید، پس نصف آنچه را تعیین نموده اید به آنان بدهید، مگر این که آنان خود ببخشند یا کسی که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد، و گذشت کردن شما به تقوا نزدیکتر است. و در میان یکدیگر بزرگواری را فراموش مکنید، زیرا خداوند به آنچه انجام می‌دهیم بیناست. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. بر نمازها و نماز میانه مواظبت کنید و خاضعانه برای خدا به پا خیزید. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. پس اگر بیم داشتید پیاده یا سواره نماز کنید، و چون ایمن شدید خدا را یاد کنید که آنچه نمی دانستید به شما آموخت. والذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیتا لازواجهم متاعا الی الحول غیر اخراج فَإِنْ خَرَجْنَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِي مَا فَعَلْنَ فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. و کسانی از شما که مرگشان فرا می رسد و همسرانی بر جای می گذارند، باید برای همسران خیش وصیت کنند که آنان را تا یک سال بهره‌مند سازند و از خانه شوهر بیرون نکنند. پس اگر بیرون بروند، در آنچه آنان به طور پسندیده درباره خود انجام دهند، گناهی بر شما نیست و خداوند توانا و حکیم است. وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين. و فرض است بر مردان پرهیزگار که زنان طلاق داده شده را به شایستگی چیزی دهند.
كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون. بدین گونه خداوند آیات خود را برای شما بیان می‌کند، باشد که بیندیشید. ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. آیا از حال کسانی که از بیم مرگ از خانه‌های خود خارج شدند و هزاران تن بودند خبر نیافتی؟ پس خداوند به آنان گفت تن به مرگ بسپارید، آنگاه آنان را زنده ساخت. آری خداوند نسبت به مردم صاحب بخشش است، ولی بیشتر مردم سپاسگزاری نمی کنند. و قاتلوا فی سبیل الله واعلموا ان الله سمیع علیم. و در راه خدا کارزار کنید و بدانید که خداوند شنوای داناست. من ذا الذی یقرض الله قرضا حسنا فیضاعفه له اضعافا کثیره والله یقبض و یبسط و الیه ترجعون. کیست آن کس که به بندگان خدا وام نیکویی دهد تا خدا آن را برای او چند برابر بیفزاید؟ و خداست که در معیشت بندگان تنگی و گشایش پدید می آورد و به سوی او بازگردانده می شوید. الم تر الى الملأ من بنی اسرائیل من بعد موسی اذ قالوا لنبی لهم اذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ان كتب عليكم القتال الا تقاتلوا قالوا وما لنا الا نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا من ديارنا وابنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. آیا از حال سران بنی اسرائیل پس از موسی خبر نیافتی؟ آنگاه که به پیامبری از خود گفتند پادشاهی برای ما بگمار تا در راه خدا پیکار کنیم، آن پیامبر گفت اگر جنگیدن بر شما مقرر گردد چه بسا پیکار نکنید. گفتند چرا در راه خدا نجنگیم با آن که ما از دیارمان و از نزد فرزندانمان بیرون رانده شده ایم؟ پس هنگامی که جنگ بر آنان مقرر شد جز شماری اندک از آنان همگی پشت کردند و خداوند به حال ستمکاران داناست. وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. و پیامبرشان به آنان گفت در حقیقت خداوند طالوت را بر شما به پادشاهی گماشته است. گفتند چگونه او را بر ما پادشاهی باشد با آنکه ما به پادشاهی از وی سزاوارتریم و به او از حیث مال گشایشی داده نشده است؟ پیامبرشان گفت در حقیقت خدا او را بر شما برتری داده و او را در دانش و نیروی بدن بر شما برتری بخشیده است و خداوند پادشاهی خود را به هر کس که بخواهد می‌دهد و خدا گشایشگر داناست.
وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين. و پیامبرشان بدیشان گفت در حقیقت نشانه پادشاهی او این است که آن صندوق عهد که در آن آرامش خاطری از جانب پروردگارتان و بازمانده ای از آن چه خاندان موسی و خاندان هارون در آن بر جای نهاده اند در حالی که فرشتگان آن را حمل می کنند به سوی شما خواهد آمد. مسلماً اگر مؤمن باشید برای شما در این رویداد نشانه است. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. و چون طالوت با لشکریان خود بیرون شد گفت خداوند شما را به وسیله رودخانه ای خواهد آزمود، پس هر کس از آن بنوشد از پیروان من نیست و هر کس از آن نخورد قطعا او از پیروان من است مگر کسی که با دستش کفی برگیرد، پس همگی جز اندکی از آنها از آن نوشیدند. و هنگامی که طالوت با کسانی که همراه وی ایمان آورده بودند از آن نهر گذشتند گفتند امروز ما را یارای مقابله با جالوت و سپاهیانش نیست. کسانی که به دیدار خداوند یقین داشتند گفتند بسا گروهی اندک که بر گروهی بسیار به اذن خدا پیروز شدند و خداوند با شکیبایان است. ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. و هنگامی که با جالوت و سپاهیانش روبرو شدند گفتند پروردگارا بر دلهای ما شکیبایی فروریز و گامهای ما را استوار دار و ما را بر گروه کافران پیروز فرمای. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. پس آنان را به اذن خدا شکست دادند و داوود جالوت را کشت و خداوند به او پادشاهی و حکمت ارزانی داشت و از آن چه می‌خواست به او آموخت، و اگر خداوند برخی از مردم را به وسیله برخی دیگر دفع نمی‌کرد قطعاً زمین تباه می‌گردید، ولی خداوند نسبت به جهانیان تفضل دارد.
تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين. اینها آیات خداست که ما آن را به حق بر تو می‌خوانیم و به راستی تو از جمله پیامبرانی. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. برخی از آن پیامبران را بر برخی دیگر برتری بخشیدیم. از آنان کسی بود که خدا با او سخن گفت و درجات بعضی از آنان را بالا برد و به عیسی پسر مریم دلایل آشکار دادیم و او را به وسیله روح القدس تأیید کردیم و اگر خدا می‌خواست کسانی که پس از آنان بودند بعد از آن همه دلایل روشن که برایشان آمد به کشتار یکدیگر نمی‌پرداختند ولی با هم اختلاف کردند، پس بعضی از آنان کسانی بودند که ایمان آوردند و بعضی از آنان کسانی بودند که کفر ورزیدند و اگر خدا می‌خواست با یکدیگر جنگ نمی‌کردند، ولی خداوند آن چه را می‌خواهد انجام می‌دهد. یا ایها الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیه ولا خلة ولا شفاعة والکافرون هم الظالمون. ای کسانی که ایمان آورده اید، از آنچه به شما روزی داده ایم انفاق کنید پیش از آن که روزی فرا رسد که در آن نه داد و ستدی است و نه دوستی و نه شفاعتی و کافران خود ستمکارانند. الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. خداست که معبودی جزو نیست، زنده و برپا دارنده است، نه خوابی سبک او را فرو می گیرد و نه خوابی گران. آنچه در آسمان ها و آنچه در زمین است از آن اوست، کیست آن کس که جز به اذن او در پیشگاهش شفاعت کند؟ آنچه در پیش روی آنان و آنچه در پشت سرشان است می‌داند و به چیزی از علم او جز به آنچه بخواهد احاطه نمی‌یابند. کرسی او آسمان‌ها و زمین را در بر گرفته و نگهداری آنها بر او دشوار نیست
و اوست والای بزرگ. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروة الوثقا لا انفصام لها والله سمیع علیم. در دین هیچ اجباری نیست و راه از بیراهه به خوبی آشکار شده است، پس هر کس به طاغوت کفر ورزد و به خدا ایمان آورد به یقین به دستاویزی استوار که آن را گسستن نیست چنگ زده است و خداوند شنوای داناست. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین كفروا اولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. خداوند سرور کسانی است که ایمان آوردند، آنان را از تاریکی ها به سوی روشنایی به در می برد، ولی کسانی که کفر ورزیده اند سرورانشان طاغوتند که آنان را از روشنایی به سوی تاریکی ها به در می برند. آنان اهل آتشند که خود در آن جاودانند. الم تر الى الذی حاج ابراهیم فی ربه ان آتاه الله الملك اذ قال ابراهیم ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت قال ابراهیم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا از حال آن کس که چون خدا به او پادشاهی داده بود و بدان مینازید و با ابراهیم درباره پروردگارش محاجه می کرد خبر نیافتی؟ آنگاه که ابراهیم گفت پروردگار من همان کسی است که زنده می کند و می میراند، گفت من هم زنده می کنم و هم می میرانم. ابراهیم گفت خدای من خورشید را از خاور برمی آورد، تو آن را از باختر برآور. پس آن کس که کفر ورزیده بود مبهوت ماند و خداوند قوم ستمکار را هدایت نمی کند. او کالذی مر علی قریت و هی خاویت علی عروشها قال انا یحیی هذه الله بعد موتها فاماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. یا چون آن کس که به شهری که بامهایش یک سر فرو ریخته بود عبور کرد و با خود می گفت چگونه خداوند اهل این ویران کده را پس از مرگشان زنده می کند؟ پس خداوند او را به مدت 100 سال می راند
آنگاه او را برانگیخت و به او گفت چقدر درنگ کردی؟ گفت یک روز یا پاره ای از روز را درنگ کردم. گفت نه بلکه 100 سال درنگ کردی. به خوراک و نوشیدنی خود بنگر که طعم و رنگ آن تغییر نکرده است و به درازگوش خود نگاه کن که چگونه متلاشی شده است. این ماجرا برای آن است که هم به تو پاسخ گوییم و هم تو را در مورد معاد نشانه ای برای مردم قرار دهیم. و به این استخوان‌ها بنگر چگونه آنها را برداشته به هم پیوند می دهیم، سپس گوشت بر آن می پوشانیم. پس هنگامی که چگونگی زنده ساختن مرده برای او آشکار شد گفت اکنون می دانم که خداوند بر هر چیزی تواناست. و اذ قال ابراهیم رب ارنی کیف تحیی الموتا قال اولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبی قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. و یاد کن آنگاه که ابراهیم گفت پروردگارا به من نشان ده چگونه مردگان را زنده می کنی. فرمود مگر ایمان نیاورده ای؟ گفت چرا، ولی تا دلم آرامش یابد. فرمود پس 4 پرنده برگیر و آنها را پیش خود ریز ریز گردان، سپس بر هر کوهی پاره ای از آنها را قرار ده، آنگاه آنها را فراخوان، شتابان به سوی تو می آیند و بدان که خداوند توانا و حکیم است. مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. مثل صدقات کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند همانند دانه ایست که 7 خوشه برویاند که در هر خوشه ای 100 دانه باشد و خداوند برای هر کس که بخواهد آن را چند برابر می کند و خداوند گشایشگر داناست. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را در راه خدا انفاق می کنند سپس در پی آنچه انفاق کرده اند منت و آزاری روا نمی دارند، پاداش آنان برایشان نزد پروردگارشان محفوظ است و بیمی بر آنان نیست و اندوهگین نمی شوند. قول معروف و مغفرة خیر من صدقة یتبعها اذى والله غنی حلیم. گفتاری پسندیده در برابر نیازمندان و گذشت از اصرار و تندی آنان بهتر از صدقه ایست که آزاری به دنبال آن باشد و خداوند
بینیاز بردبار است. یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الاخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل مکنید، مانند کسی که مالش را برای خودنمایی به مردم انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان ندارد. پس مثل او همچون مثل سنگ خارایی است که بر روی آن خاکی نشسته است و رگباری به آن رسیده و آن سنگ را سخت و صاف بر جای نهاده است. آنان نیز از آنچه به دست آورده اند بهره ای نمی برند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا من انفسهم کمثل جنة بربوة اصابها وابل فآتت اکلها ضعفین فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصیر. و مثل صدقات کسانی که اموال خیش را برای طلب خوشنودی خدا و استواری روحشان انفاق می کنند همچون مثل باقی است که بر فراز پشته ای قرار دارد که اگر رگباری بران برسد دو چندان محصول برآورد و اگر رگباری هم بران برسد باران ریزی برای آن بس است و خداوند به آنچه انجام می دهید بیناست. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. آیا کسی از شما دوست دارد که باقی از درختان خرما و انگور داشته باشد که از زیر آنها نهرها روان است و برای او در آن باغ از هر گونه میوه‌ای فراهم باشد و در حالی که او را پیری رسیده و فرزندانی خردسال دارد ناگهان گردبادی آتشین بر آن باغ زند و باغ یکسر بسوزد؟ این گونه خداوند آیات خود را برای شما روشن می‌گرداند، باشد که شما بیندیشید. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. ای کسانی که ایمان آورده اید،
از چیزهای پاکیزه‌ای که به دست آورده اید و از آنچه برای شما از زمین برآورده ایم انفاق کنید و در پی ناپاک آن نروید که از آن انفاق نمایید، در حالی که آن را اگر به خودتان می دادند جز با چشم پوشی و بیمیلی نسبت به آن نمی گرفتید، و بدانید که خداوند بینیاز ستوده است. الشیطان یعدکم الفقر و یأمرکم بالفحشاء والله یعدکم مغفرة منه وفضلا والله واسع علیم. شیطان شما را از تهیدستی بیم می‌دهد و شما را به زشتی وامی دارد، ولی خداوند از جانب خود به شما وعده آمرزش و بخشش می‌دهد و خداوند گشایشگر داناست. یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا و ما یذکر الا اولو الالباب. خدا به هر کس که بخواهد حکمت می بخشد و به هر کس حکمت داده شود به یقین خیری فراوان داده شده است و جز خردمندان کسی پند نمی گیرد. و ما انفقتم من نفقت او نذرتم من نذر فإن الله یعلمه و ما للظالمین من انصار. و هر نفقه ای را که انفاق یا هر نذری را که عهد کرده اید قطعا خداوند آن را می داند و برای ستمکاران هیچ یاوری نیست. این تبدو الصدقات فنعمهی و این تخفوها و تؤتوها الفقراء فهو خیر لکم و یکفر عنکم من سیئاتکم والله بما تعملون خبیر. اگر صدقه ها را آشکار کنید این کار خوبی است، و اگر آن را پنهان دارید و به مستمندان بدهید این برای شما بهتر است و بخشی از گناهانتان را می زداید و خداوند به آنچه انجام می دهید آگاه است. لیس علیک هداهم ولکن الله یهدی من یشاء و ما تنفقوا من خیر فلأنفسكم و ما تنفقون الا ابتغاء وجه الله و ما تنفقوا من خیر یوفى الیکم و انتم لا تظلمون. هدایت آنان بر عهده تو نیست، بلکه خدا هر که را بخواهد هدایت می کند و هر مالی که انفاق کنید به سود خود شماست، ولی جز برای طلب خوشنودی خدا انفاق مکنید و هر مالی را که انفاق کنید پاداش آن به طور کامل به شما داده خواهد شد و ستمی بر شما نخواهد رفت. للفقراء الذين احصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الارض يحسبهم الجاهل اغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم. این صدقات برای آن دسته از نیازمندانی است که در راه خدا فرو ماندند
و نمی توانند برای تأمین هزینه زندگی در زمین سفر کنند. از شدت خیشتنداری فرد بی اطلاع آنان را توانگر می پندارد. آنها را از سیمایشان می شناسی. با اصرار چیزی از مردم نمی خواهند و هر مالی به آنان انفاق کنید قطعا خدا از آن آگاه است. الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که اموال خود را شب و روز و نهان و آشکارا انفاق می کنند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. کسانی که ربا می‌خورند از گور بر نمی‌خیزند مگر مانند برخاستن کسی که شیطان بر اثر تماس آشفته سرش کرده است. این بدان سبب است که آنان گفتند داد و ستد صرفاً مانند رباست و حالان که خدا داد و ستد را حلال و ربا را حرام گردانیده است، پس هر کس اندرزی از جانب پروردگارش بدو رسید و از رباخاری باز ایستاد آنچه گذشته از آن اوست و کارش به خدا واگذار می شود و کسانی که به رباخاری بازگردند آنان اهل آتشند و در آن ماندگار خواهند بود. یمحق الله الربا و یربی الصدقات والله لا يحب كل كفار اثیم. خدا از برکت ربا می کاهد و بر صدقات می افزاید و خداوند هیچ ناسپاس گناهکاری را دوست نمی دارد. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. کسانی که ایمان آورده و کارهای شایسته کرده و نماز برپا داشته و زکات داده اند پاداش آنان نزد پروردگارشان برای آنان خواهد بود و نه بیمی بر آنان است و نه اندوهگین می شوند. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. ای کسانی که ایمان آورده اید از خدا پروا کنید و اگر مؤمنید آنچه از ربا باقی مانده است واگذارید. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. و اگر چنین نکردید بدانید به جنگ با خدا و فرستاده وی برخواسته اید
و اگر توبه کنید سرمایه های شما از خودتان است، نه ستم می کنید و نه ستم می بینید. و این کان ذو عسره فنظره الى میسره و ان تصدقوا خیر لكم این کنتم تعلمون. و اگر بدهکارتان تنگ دست باشد پس تا هنگام گشایش مهلتی به او دهید، و اگر براستی قدرت پرداخت ندارد بخشیدن آن برای شما بهتر است اگر بدانید. و اتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. و بترسید از روزی که در آن به سوی خدا بازگردانده می شوید، سپس به هر کسی پاداش آنچه به دست آورده تمام داده شود و آنان مورد ستم قرار نمی گیرند. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ. ای کسانی که ایمان آورده اید، هرگاه به وامی تا سررسیدی معین با یکدیگر معامله کردید آن را بنویسید و باید نویسنده ای صورت معامله را بر اساس عدالت میان شما بنویسد و هیچ نویسنده ای نباید از نوشتن خودداری کند، همان گونه و به شکرانه ی آن که خدا او را آموزش داده است، و کسی که بدهکار است باید املا کند و نویسنده بنویسد و از خدا که پروردگار اوست پروا نماید و از آن چیزی نکاهد. پس اگر کسی که حق بر ذمه اوست سفیه یا ناتوان است یا خود نمیتواند املا کند، پس ولی او باید با رعایت عدالت املا نماید و دو شاهد از مردانتان را به شهادت طلبید. پس اگر دو مرد نبودند، مردی را با دو زن
از میان گواهانی که به عدالت آنان رضایت دارید گواه بگیرید، تا اگر یکی از آن دو زن فراموش کرد، زن دیگر وی را یادآوری کند. و چون گواهان احضار شوند، نباید خودداری ورزند و از نوشتن بدهی چه خرد باشد یا بزرگ ملول نشوید تا سررسیدش فرا رسد. این نوشتن شما نزد خدا عادلانه تر و برای شهادت استوارتر، و برای این که دوچار شک نشوید به احتیاط نزدیکتر است، مگر آن که داد و ستدی نقدی باشد که آن را میان خود دست به دست برگزار می کنید. در این صورت بر شما گناهی نیست که آن را ننویسید. و در هر حال هرگاه داد و ستد کردید گواه بگیرید، و هیچ نویسنده و گواهی نباید زیان ببیند، و اگر چنین کنید از نافرمانی شما خواهد بود. و از خدا پروا کنید، و خدا بدین گونه به شما آموزش می دهد، و خدا به هر چیزی داناست. و این کنتم على سفر ولم تجدوا کاتبا فرهان مقبوضه فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ. وَأَجَرْ دَرْ سَفَرْ بُدِيدْ و نویسنده‌ای نیافتید وثیقه‌ای بگیرید، و اگر برخی از شما برخی دیگر را امین دانست، پس آن کس که امین شمرده شده باید سپرده وی را باز پس دهد، و باید از خداوند که پروردگار اوست پروا کند، و شهادت را کتمان مکنید، و هر که آن را کتمان کند قلبش گناهکار است، و خداوند به آنچه انجام می‌دهید داناست. لله ما فی السماوات و ما فی الارض و ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه یحاسبکم به الله فَيَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. آنچه در آسمانها و آنچه در زمین است از آن خداست، و اگر آنچه در دلهای خود دارید آشکار یا پنهان کنید، خداوند شما را به آن محاسبه می کند. آنگاه هر که را بخواهد می بخشد، و هر که را بخواهد عذاب می کند، و خداوند بر هر چیزی تواناست. آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. پیامبر خدا بدان چه از جانب پروردگارش بر او نازل شده است ایمان آورده است، و مؤمنان همگی به خدا و فرشتگان و کتابها و فرستادگانش ایمان آورده اند و گفتند میان هیچ یک از فرستادگانش فرق نمی گذاریم، و گفتند شنیدیم و گردن نهادیم، پروردگارا آمرزش تو را خواست داریم و فرجام به سوی توست. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها
لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. خداوند هیچ کس را جز به قدر تواناییش تکلیف نمی کند. آنچه از خوبی به دست آورده به سود او و آنچه از بدی به دست آورده به زیان اوست. پروردگارا، اگر فراموش کردیم یا به خطا رفتیم بر ما مگیر. پروردگارا، هیچ بار گرانی بر دوش ما مگذار، همچنان که بر دوش کسانی که پیش از ما بودند نهادی. پروردگارا، و آنچه تاب آن نداریم بر ما تحمیل مکن و از ما درگذر و ما را ببخشای و بر ما رحمت آور. سرور ما تویی، پس ما را بر گروه کافران پیروز کن.